سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و بسیار خوشحالم که در این جمع در خدمت شما وقت این رو دارم که از حافظ بگم و در جمع اساتید خودم. عنوان جلسه‌ای که در واقع من در نظر گرفتم دیگری و دیگر پذیری نزد حافظ. خیلی به اجمال فقط اشاره کنم که ما در جهان مدرن شاهد زاده شدن مفهومی هستیم که اون رو تحت عنوان مفهوم دیگری می‌شناسیم. در ادبیات بحث زیر عنوان مفهوم آدرنس این عنوان میگنجه، یعنی غیر بودن، غیر خودی بودن یا دیگری بودن. خب این تفکیک خود از غیر، این که من کسی هستم و غیر کس دیگری است، و البته این غیر یک مفهوم ذو مراتبه، یعنی برادر من نسبت به من غیره، شما نسبت به من غیرید، اگر که زن باشه نسبت به مرد غیره، اگر که یک خارجی اینجا باشه، یک امریکایی اینجا باشه، باز غیرتر از برادر من نسبت به منه، و همینجور سلسله مراتبی از غیرها ساخته میشه. مشکل از اینجا سرچشمه میگیره که ما انسان‌ها خودمون رو مرکز قرار میدیم، خودمون رو تنها مرجع حقیقت قرار میدیم و غیر رو و دیگری رو به حاشیه میرانیم، به تعبیر اندیشمندان غربی مارجینالایزد میکنیم، حاشیه رانده شده میکنیم. در واقع ما این قابلیت رو داریم که دیگری، غیر خودی یا غیر رو نادیده بگیریم، اما قصه به همینجا ختم نمیشه. این رو هم نادیده میگیریم که دیگری رو نادیده گرفته ایم، نوعی غفلت مرتبه دوم. در یک سطح اول غیر رو نادیده میگیریم و در سطح دوم همین که غیر رو نادیده گرفته ایم رو هم نادیده میگیریم. حالا که لازمه یه هر جنسی از اخلاق توجه به غیره، تا دیگری نباشه هیچ نوع نظام اخلاقی محقق نمیشه، و لازمه هر شکلی از گفتگو توجه به غیره، تا دیگری نباشه باز شکلی از گفتگو محقق نمیشه. شنیدن صدای غیر، این خلاقیت رو داشتن که از چشمنداز دیگری به قضیه نگاه کنیم، با منطق دیگری بتوانیم قضیه رو تحلیل کنیم، این که بتوانیم با دیگری همدلی کنیم. من میخوام با این کانسپت برم سراغ دیوان حافظ و کمک بگیرم از یکی از اندیشمندان بزرگ نظریه ادبی، یعنی باختین، و مفهوم مشهوری که او داره تحت عنوان هتروگلوسیا. هتروگلوسیا دقیقا همین سخن غیره. در زبان یونانی هترو به معنای دیگری است و گلوسا به معنای سخنه. میشه این هتروگلوسیا رو به دگر سخنی یا کلام غیر یا سخن غیر یا نطق غیر ترجمه کرد. قصه عبارت است از این که باختین به ما میگفت که در جهان مدرن یک فرم ادبی نوظهور به وجود اومده که شما اون رو میشناسید تحت عنوان ناول. خود نام ناول هم به معنای همین امر نوظهور و تازه است، که در این ناول ما یک خصلت تازه داریم، و اون خصلت تازه عبارت است از این که صدای غیر هم شنیده میشه و منطق غیر هم در کنار منطقهای دیگه زندگی مسالمت آمیز پیدا میکنه. هرچند تأکید باختین بر رمان در مورد هتروگلوسیا و به طور خاص رمان داستایفسکی، اما میشه این رو عقب برد و استثناءاتی در تاریخ ادبیات پیدا کرد که همین دیگر سخنی در سخنشون دیده میشه. ترمای دیگه ای که باختین برای توضیح این هم به کار میبره پولیفونی، یعنی چند صدایی، این که متن یک صدای غالب برش حاکم نباشه، یا دیالوگیزم، منتها دیالوگ به معنای درست واژه، یعنی دیالوجیک، چیزی که دو منطق داره به عوض اینکه فقط یک منطق داشته باشه و مونولوژیک باشه. ما با دو منطق سر و کار داریم که این دو منطق قابل فروکاستن به دیگری نیستن، و در بعضی آثار هنری که مصداق خیلی خوبش حافظه، این دو منطق میتونن کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی بکنن. من میخوام در واقع با نگاهی به بعضی از ابیات حافظ نشون بدم چطور این دو منطق کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی دارن. یکی از جاهایی که دو منطق متعارض کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی دارن، مسئله است که در تاریخ فلسفه ما اون رو تحت عنوان مسئله این جهانی بودن یا دیگر جهانی بودن میشناسیم. قبلش تصویر رو من اینجا از لودویگ ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی بریتانیایی وام گرفتم. میبینید اگر نگاه کنید به این تصویر،
ابتدا به نظر میاد که یک خرگوش رو میبینید، ولی اگر قدری بیشتر خیره بشید به تصویر، باز یک اردک رو هم در دل این خرگوش میتونید ببینید. همنشینی اردک و خرگوش کنار هم دیگه در یک قاب دقیقا خبر از همین کنار هم گذاشتن دو منطق، دو غیر میده که ما میخواییم دنبال همین توی شعر حافظ بگردیم. یعنی قدری به شعر حافظ خیره بشیم، بعد یک دفعه ببینیم پشت اون تصویری که داره ارائه میده یک چیز دیگه، پشت اون خرگوش یه اردک دیگه یا پشت اون اردک خرگوش دیگه میشه پیدا کرد. این منطق عبارت است از این همنشینی دو منطق، عبارت است از همنشینی منطق این جهانی و همنشینی منطق دیگر جهانی. استاد همنشینی، استاد منطق دیگر جهانی در تاریخ فلسفه سقراطه که در واقع شاگردش افلاطون به یه معنا اساساً جهان ما رو نابسنده و ناکافی میدونه و جهان دیگری رو وضع میکنه برای توضیح دادن جهان ما، جهانی که ما امروز تحت عنوان جهان مسل با آشنا هستیم. و البته استاد در واقع دعوت به این جهان در مقابل نگاه سقراطی در ادبیات فلسفی مغرب زمین نیچه است، فریدریش نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی. در ادبیات ما کسی که منطقش کاملا منطق آن جهانی است مولانا جلال الدین بلخی رومی است. مولانا مکرر به ما میگوید که علومی که با این دنیا سر و کار دارند علوم کمشأن و بی‌ارزشی هستند. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیستش، یعنی فیس وردلیه مال همین دنیاست، ره به هفتم آسمان بر نیستش، بالا نمیره، به آن جهان نسبت برقرار نمی کنه، به تصریح این همه علم بنای آخر است، اینا مال خره، مال به درد نمی خوره، این همه علم بنای آخر است که عماد بوده گاو و اشتر است. حتی اگر شما از مولانا بپرسید من دنبال محشوقی می گردم، به شما خواهد گفت بعد از این در آسمان جوییم یار، زان که در روی زمین گشتیم نیست. بنابراین شما با شاعری سر و کار دارید که اگر از او بپرسید راجع به پزشکی نظرت رو بگو، به شما خواهد گفت پزشکی چون یک علم این جهانیه علمی نیست که به درد بخور باشه. گفت طبیبان نگاه میکنن در ظرف ادرار مریض و تشخیص میدن و این چقدر کار سخیف و کمشأن نیست. گفت که این طبیبان را بود بولی دلیل، وین دلیل ما بود وحی جلیل. میبینید که جلال الدین بلخی منطقش منطق دیگر جهانی است، آن جهانی است و راهی برای پذیرش منطق این جهانی نداره. من این ادعا رو میخوام بکنم که حافظ منطق دیگر جهانی رو فرو میکنه توی منطق این جهانی و این دوتا رو کنار هم دیگه یک زیست مسالمت آمیزی میده. به تعبیری که میشه از شیخ بهایی گرفت، پاره یونانی ما آدمیان رو با پاره ایمانی ما آشتی میده. شیخ بهایی در کشکول میگفت چند و چند از حکمت ایمانی یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. و باز به تعبیر روانشناسان مدرن‌تر، ذهن آدمی ذهن دو جایگاهی است، یک جایگاه لاهوتی داره و یک جایگاه ناسوتی، که در حافظ دقیقا آشتی این دو منطق به ظاهر سازش ناپذیر رو ما خواهیم دید. برم سر دیوان حافظ و مشخصا با ابیاتی نشون بدم چطور میشه با زل زدن به این خرگوش اردکی رو پسا پشتش دید. یک کانسپتی رو حافظ برای این کار استفاده میکنه و اون کانسپت میه. شما از قدیم میدونید که یک دعوایی بوده آیا این می مجازی است، می حقیقی است، واقعا منظور همون الکلی است که در واقع وجود داره. به نظر من این سوال خیلی سوال سطحیه. حافظ مفهوم می رو برمیکشه و ازش یک مفهوم فلسفی میسازه. این چیزیه که فیلسوفها، کاریه که فیلسوفها میکنن، بهش میگیم کانسپچوالیزیشن. از یک مفهوم پیش پا افتاده یه دم دستی، همون کاری که با رند کرد، یک مفهوم فلسفی میسازه. این مفهوم فلسفی قراره سه کار رو دست کم برای ما انجام بده. بذارید من به این سه اشاره کنم و شما پساپشتشون همین زیست منطقهای مختلف رو ببینید. اولین کاری که می انجام میده زوال عقله، زائل کردن عقله. اما چرا زائل کردن عقل ما رو به یک منطق دیگر جهانی راه میبره؟ شما حتما این حدیث رو شنیده اید که اکثر و ارباب و جنت البلها. مولانا خیلی به این حدیث علاقه داشت و اون رو تبدیل میکرد به شعر، میگفت بیشتر ارباب جنت ابلهند تاز شر فیلسوفی میرهند. آدم ها در بهشت بیشتر ابلهند برای اینکه از شر فیلسوفان رها بشن. و البته این سخن رو قبلا غزالی با تفصیل بیشتری برای ما گفته. باز در احادیث دیگر ما مؤیداتی برای این داریم. معروفه که محمد مصطفی جایی میرفته پیرزنی رو میدیده که دوک میرسیده، اونجا به پیرزن میگه خدا رو چگونه یافتی؟ میگه خدا مثل من که دستای دوکریسی دارم دوک میرسم، این جهان هم در واقع چرخ دوکریسی خداست و خدا دوک میرسه، جهان منتها کارخانه دوکریسی اونه. اونجاست که محمد مصطفی میگه که علیکم به دین العجائز،
بر شما باد دین پیرزنان. هدف اینه که دینی به همین سادگی بدون تعقل دشوار فلسفی و فیلسوفانه داشته باشیم. و حافظ این نکته رو از دل این ادبیات دیگر جهانی گرفته. مقدمه یک حافظ اینه که لازمه بهشت رفتن چنان که دیدیم زوال عقله، اما چه چیزی به خوبی میتونه عقل رو زائل کنه؟ کدوم عنصر این جهانی به خوبی میتونه عقل رو زائل کنه؟ میل. میل خور که اگر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به در آوی. ببینید چجور یک زیست مسالمت آمیز بین یک منطق آن جهانی و یک امر این جهانی ایجاد کرد. این دقیقا همون چیزیست که میشه عنوانش رو گذاشت پتروگلاسیا. کارکرد دوم می در اندیشه حافظی باز همینه که در ادبیات آن جهانی و دینی ما برای خداوند اسمایی قائلیم. یکی از مهمترین اسماء الهی اسم رحمانه. می و گناهان کوچکی در این حد باعث می شوند اسم رحمان الهی متجلی بشوند. یعنی اگر ما هیچ گناهی نکنیم و خدای وجود داشته باشد که ببخشد، بخشایش او متعلقی ندارد. چرا بخشایش الهی واقعا متجلی میشه، واقعا میشه گفت خداوند بخشنده است؟ وقتی که گناهی در بگیرد و خداوند آن گناه رو ببخشد. بنابراین کارکرد دوم در دیوان حافظ اینه که باز دوباره به یک امر این جهانی، اسم یک امر آن جهانی یعنی خداوند رو، یکی از اسمایش رو متجلی میکنه. بهشت اگر چه نجای گناه کاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. شما حتما ابیات زیادی به خاطر می آورید. خاطا عاطفی از گوشه میخانه جوش، گفت ببخشند گناه می بنوش. لطف الهی بکند کار خویش، نکته سربسته چه دانی خموش. پس می داره برکشیده میشه به یک کانسپت فلسفی. کار سومی که می در این تفلسف انجام میده اینه که جلوی یکی از ریشه‌ای ترین رذایل انسانی رو میگیره و اون رذیلت عبارت است از به تعبیر حافظ عجب یا خودبینی. فیلسوفان امروزی به این عنوان میگویند ایگویزم، یعنی اینکه انسان فقط خودش رو دایر مدار حق و باطل بداند. و ایگویزم دقیقاً اونجایی است که اگر ما خودبین بودیم، عجب داشتیم، ایگویست بودیم، دیگه غیر رو به هیچ وجه لحاظ نمی‌کنیم. غیر از ساحت ما میره کنار و حقیقت دقیقاً در جیب ماست. می قراره یک واسطی بشه که این ایگویزم رو زائل کنه. با چه مکانیزمی؟ با این مکانیزم که تایپ زاهد در دیوان حافظ کسی است که هیچ گناهی نمی‌کنه و از فرط گناه نکردن به خود غره می شود و به خود می والد که من آنم که هیچ گناهی نمی کنم. و این درست این ایگویزم و عجب و خودبینیه. اگر این زاهد خوش دماغ ما یک گناه کوچکی بکنه، اون وقت از این گناه خیلی بزرگ رهایی پیدا می کنه، از این گناه خودمداری. بنابراین حافظ اینجا به تصریح توصیه می کنه که ساقی بیار آبی از چشمه خرابات. چرا این امر این جهانی رو برای چی میخوای؟ تا خرقه ها بشوییم از زهد از عجب خانقاهی. خانقاه عجب میآورد و با امر این جهانی من این عجب رو علاج میکنم. گفت یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید. توجه کنید یه معادله ریاضیه، x خودبین است و x به جز عیب نمیبیند. از این دوتا برمیاد که x سراسر خودش عیبه، چون خودش رو فقط میبیند و به جز عیب هم نمیبیند. دوتا مقدمه که از دلش این نتیجه به راحتی بیرون میاد که خودش یک سر عیبه. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. درست مثل آینه که وای میسید با آه مکدر میشه، موتیفی که حافظ بارها باش بازی میکنه و تو سعدی هم ما میبینیم. انگار از خداوند میخواست که آینه ادراک زاهد رو با یک آه مکدر کنه به جرم خودبینی. اینجاست که کارکرد فلسفی سوم خودش رو در دگرپذیری بازی میکنه، زدن زیراب ایگویزم یا عجب یا خودپرستی. به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب. میدونید چرا میپرست شدم؟ یک دلیل بزرگتر داره که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. جمع کنم سه تا کارکرد فلسفی رو حافظ برای پذیرفتن دیگری با می به می نسبت میده و ازش بیرون میکشه.
زوال عقل که راه رو برای ما برای خلد برین باز میکنه، تجلی اسم رحمان و می در واقع مفهومی است که باعث میشه پادزهری برای اوج یا ایگویزم باشه. چند نمونه دیگه از این هتروگلاسیا بگم و رفته رفته سخنان خودم رو جمع کنم. در ادبیات اسلامی، الهیات اسلامی، جنس الهیات الهیاتی است که میشود بهش گفت الهیات omnipresence، یعنی خداوند در ادیان اسلامی همه جا حاضره و ما در آیات هم داریم فینما تولو فتم وجه الله، هر جا نگاه کنید هست. یک لحظه این کانسپت دیگر جهانی رو بگیرید در مقابل شاهد هر جایی که یک امریست اساساً این جهانی و مضمون. یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخ ساوره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ما یک پامون توی این جهانه، یک پامون توی اون جهانه و این دوتا منطق دارن کنار هم مسالمت آمیز زندگی میکنن. این رو مقایسه کنید با منطق غزالی، منطقی که به شما خواهد گفت اگر شما در این دنیا نغمه خوشی شنیدید اون دنیا باهاتون حساب میشه. غزالی جایی میگه اگر شما در این دنیا با دوستی سخن گفتید و کیفی کردید اون دنیا باهاتون حساب میشه. حافظ منطق این دنیا و اون دنیا رو وارد هم میکنه، اینا کنار هم دیگه زندگی میکنن، حتی لازم و ملزوم هم میشن. حتما این بیت رو شما شنیده اید که زمیوه های بهشتی چه زوزر یابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. یعنی منطق آن جهان مستلزم منطق این جهانه و بالعکس. اگر میخواهی در اون دنیا متمتع بشوی از میوه های بهشتی، یک لوازم منطقی داره یک شنه در این دنیا. یا این بیت دوباره بگردیم خرپوش رو تو این بیت پیدا کنیم، خیلی فوق العاده است. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. ظاهرا خب کانسپت باغ رو ما در ادبیات فارسی استعاره از اندام مشهور داریم. سعدی به ما میگفت که باغ تفرج است و بس، میوه نمی دهد به کس جز به نظر، نمی رسد سیب به درخت قامتش. ظاهرا بحث درباره یک امر این جهانی، یعنی تشبیه استعاره باغ برای معشوقه. ولی یک دفعه پای ما در یک منطق دیگه هم قرار میگیره. یادمون باشه اون قصه معروف رو که ما از باغ میوه چیدیم و ما رو بیرون انداختن. گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود. دوباره برم سراغ آشتی دادن منطق این جهانی و آن جهانی. حافظ ما میگه بهشت عدن اگر خواهی، و من بلافاصله ممکن است برسم خب چی کار باید بکنم؟ بیا با ما به میخانه که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. باز تقابل های این جهان و آن جهان رو ببینید. بهشت عدن، میخانه، حوض کوثر، پای خم. یک شعر رندانه داره با مرتب به ردیف حوسه است. شب قدری چنین عزیز و لطیف. آدم دلش بخواد از حافظ بپرسه پلنت چیه؟ و پلنش اینه که با تو تا روز خفتنم حوسه است. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار. نگاه اشعری میگه در این دنیا حافظ مدام میناله از گلشن زمانه که بوی وفا شنید و هاکذا. خب عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، ما چه باید بکنیم؟ عهد با پیمانه بندم، شرط با ساغر کنم. و حتی مفهوم توبه که یک مفهوم کاملا دیگر جهانیه، حافظ با چیزی که فیلسوفا بهش میگویند خود ارجاعی، سلف ریفرنس، یک دفعه کانسپت جدیدی رو وارد میکنه. توبه از توبه، من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفر الله. ببینید چجور منطق این جهانی و اون جهانی رو وارد هم دیگه میکنه. گاهی اوقات من میگم اینکه محراب در دیوان حافظ تشبیه میشه به ابروی یار، یعنی یک امر کاملا آن جهانی ناگهان میاد و تشبیه میشه به یک چیز کاملا این جهانی. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب میزدم. من ختم کنم کلامم رو به این که پذیرش دیگری دقیقا اون دردیست که ما امروز در کشور خودمون هم داریم. نه فقط پذیرفتن شخص دیگر، بلکه پذیرفتن منطقی که اساساً از آن ما نیست. و در قرن هشتم یک شاعر فیلسوف به تعبیری که دوستمون هم گفت دقیقاً درسته، حتی باور من گاهی اوقات تفلسف اون میچربد، هرچند حافظ یک شاعر استاده، به ما یاد میده که چجور میشه دو منطق آشتی ناپذیر رو جوری توی همدیگه فرو کرد که نشه در واقع اینها رو از هم جدا کرد. آفت اساسی برای فکر کردن و اندیشه ورزیدن قطبی کردن و پولارایز کردن اندیشه هاست. یکی این وره طیف، یکی اون وره طیف. حافظ اینها رو با همدیگه در هم میآمیزه، همآمیزی میکنه، از اینها سنتز تازه‌ای میسازه.
خط کنم به این بیت. این بیت راجب یوم الجزا یا لاست جاجمنت یا واپسین روزه. گفت که ترسم که صرفه می نبرد روز باز خواست نانه انان حلال شیخ زعاب حرام ما. ممنونم که عرایز بنده تعامل کردید.